شبتان بخیر. با بازار امشب از طلوع نیوز خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. هدر رفتن 62 میلیون پولهای کمک شده آمریکا. بالا از این کار میکنیم که از طریق منبع واحد همین پروژه را به یکی از کمپانی‌های معتبر بین‌المللی بدیم تا یک کمپانی بیاید و همین اسکنرها را برای ما البته ترمیم کنند. استقبال از سرمایه گذاری زنان در افغانستان. ما در اینجا آمدیم که غذا افغانستان را در دنیا بکشیم و زمینه کاری را به زنان در اینجا جور کنیم. ثبت شدن فعالیت های صرافان دست فروش. کاروانی روز 200 تا 300 500 یا 600 کجا را میگیره؟ یعنی ما اگر روشن باشه ما رو مثل ما برو شاید همه تو دکان بگیریم، جواز بگیریم. و صدور بازمانده نفت امریکا به هند. نرگس موسوی هستم با مشروع خبرها. گزارش اخیر بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان نشان می‌دهد که بیش از 62 میلیون دلار پول هزینه شده آمریکا برای تجهیز بندرها و گمرک‌های کشور به هدر رفتند. در این گزارش آمده است که آمریکا بیش از 8 اسکنر معیاری را برای ارزیابی کالاها و جلوگیری از مواد مخدر در مرزهای رسمی به افغانستان خریداری کرده است. اما تا بیشتر این اسکانرها غیر فعال هستند. از سوی هم مسئولان اتاق تجارت و صنایع میپذیرند که در حال حاضر به علت مشکلات در گمرک ها و بندرهای کشور بخش خصوصی با چالش های بزرگ روبرو است. سیگار یا بازرسی ویژه ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان از استفاده نشدن تجهیزات جلوگیری از قاچاق در بندرهای افغانستان انتقاد میکند. در یک گزارش تازه سیگار آمده است که بسیاری از تجهیزاتی را که ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از قاچاق کالاها و مواد مخدر به بندرها و گذرگاه های مرزی افغانستان خریداری کرده است استفاده نمیشوند. اما وزارت مالیه میگوید که نبود برنامه های حفظ و مراقبت سبب شده است که شماره از این وسیله ها از فعالیت باز مانند. بالا از این کار میکنیم که از طریق منبع واحد همین پروژه را به یکی از کمپانی های معتبر بین المللی بدیم تا یک کمپانی بیاید و همین اسکنرها را برای ما البته ترمیم کنند. در امینال اتاق تجارت و صنایع میگوید که اسکنرهای معیاری که در مرزهای کشور به ویژه در تورخم نصب شدند عمدن غیر فعال شدند. کم خدمات چې په بندرونو کې کېږي بدون داسې کوډانه نور هیڅ نو تسهیل و هیڅ نو سهولت زمونږ لپاره په ګمرکونو کې په سرحدي ګمرکونو کې نشته. در گزارش سیگار ارزش این تجهیزات که شامل 8 سکنر نیز است بیش از 62 میلیون دلار گفته شده است. یافته های سیگار نشان می‌دهد پس از آن که مربیان خارجی سرحدات افغانستان را ترک کردند و این تجهیزات به حکومت افغانستان تسلیم داده شدند، از این تجهیزات استفاده لازم صورت نمی‌گیرد. برای بحث بیشتر در این مورد ناصر تیموری پژوهشگر دیدوان شفافیت افغانستان با ما هستند. آقای تیموری خوش آمدید. در خود بر ما بگوین که تجهیزات کمک شده به وزارت مالیه چقدر میتونست بر افزایش عواید کمک کننده باشه و چقدر میتونست از فساد جلوگیری کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مشخصا اگه به سوال شما بپردازین، در بین سالهای 2014 تا الحال وقتی که گمرکات افغانستان به لحاظ فرار مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت، حدودا نصف عوایدی که از بابت گمرکات برای خزانه دولت افغانستان میرسه همان قدرش حیف و میل میشه در اثر مسائل مثل از این نبودی دستگاه‌های اسکنر که میتونه تشخیص بده اموالر و مسائل دیگه. مجموع عوایدی که ما از گمرکات همه ساله برداشت میکنیم بین 800 تا 1 میلیارد دلاره، یعنی یک حجم بسیار بزرگی از منابع مالی افغانستان که ممکنه به خزانه دولت افغانستان برسه در اثر فساد و همچنان کمظرفیتی، بیتوجهی و مسائل دیگه به خزانه دولت افغانستان نمیرسه. حالا شما چی فکر میکنین که این تجهیزات چقدر میتونه سهولت برای بازرگانان ایجاد کنه؟ چقدر به این امکان پذیر بود؟ این تجهیزات مجموعاً 8 دستگاه اسکنر بود که میتونست هموالر در تورخم، در شیرخان بندر، در اسلام قلعه و همچنان میدان هوایی کابل اینا را بتونه بررسی بکنه. ویژگی های دستگاهی بود که میتونست اموال غیرقانونی مثل مواد
کیمیاوی و مشروبات را بتانه تشخیص بکنه، بدون از اینکه شما نیاز باشیم که همو کانتینرها و بسته‌بندی جوای بسته‌بندی شده را باز بکنیم. و زمانی که اینا وجود داشته بسیار میتونستن مسمر هم باشه، هم سهولت برای تجار باشه که نیاز نباشه بارهایشان معطل بمانه در داخل گمرکات، و همچنان بتونن تشخیص بدن که چه اموال در داخل کانتینرها و مولهای تجارتی هست که مالیاتشان را بتونن بسنجن. در روز زمان در یکی از قسمت‌های گزارش آمده که حدود 126 مورد تخلفاتی که از سوی بعضی از تجار خلافکار گزارش داده شده بود توسط اسکنرها تانسته بودن اونا را تشخیص بدن. امین، مهمترین مواردی که تشخیص داده شده توسط اسکنرها کدام ها بوده؟ این موضوعات مختلف هست. اگر شما در میدان هوایی کابل ببینیم، مهمترین چیزی که از آوتفلو میکنه، یعنی از کابل بیرون میشه، بس پولهای سیاه هست و پولشویی از طریق این دستگاه یکی از فعالیت های مشخصشانی هست که از 10,000 دلار که بیشتر باشه دستگاه بتونن تشخیص بدن و شما نمیتونین اینقدر پول بیرون از کابل ببرین مگر اینکه از طریق بانک ها باشه. این مورد بسیار مشخصی بود که دستگاه میتونستن این را تشخیص بدن. در داخل مرزها مهمترین ویژگیشانی بود که میتونستن مواد کیمیایی را تشخیص بدن. در اثر ما وقتی که به این دستگاه میبینین و ابعادشان میبینین که کدام ادارات حکومتی مسئولیت اداره و مدیریتشان داشتن، وزارت مالیه افغانستان در قسمت‌های مشخص این دستگاه برشان سپرده شده بود، در قسمت‌های بعدی به وزارت داخلی افغانستان در دو بخشش، یکی پلیس گمرکات، یکی هم پلیس سرحدی سپرده شده بود. اما وقتی که بررسی شده دستگاه‌ها، به جز از همونطور که اشاره کردم دستگاهی که در میدان هوایی کابل وجود دارند، دستگاهی که هم برای وزارت داخله داده شده هم برای وزارت مالیه غیر فعال هست. به خاطر همین ما در قسمت جمع‌آوری مالیات از گمرکات افغانستان و همچنان سرحدات افغانستان در این چندین سال گذشته افزایش نداشتن، اگرچه افزایش ها در بخش های دیگه گزارش داده شده. تیموری، چی فکر میکنین بعد از زمانی که شما گفتین که از این تجهیزات استفاده صورت نگرفته، آیا قصدن حکومت نمیخواست استفاده کنه به خاطر از اینکه یا از کار انداخته شده به خاطر زمینه فساد از بین نره و بتون فساد بکنن اینجا؟ چی مورد باعث شده؟ علت در چی است که حکومت نخواست استفاده کنه؟ بسیار چیز دقیق اشاره کردیم. در قسمت‌های دلیل همیشه مسئولین حکومتی افغانستان میگن که ظرفیت وجود نداره، ما هزینه های حفظ و مراقبت شونه نداشتین، زمانی که اینا در بعض از مواقع غیر فعال شده ما افراد تکنیکی را نداشتین اینا را دوباره بتونن راه بندازن. اما ما وقتی که دیدیم واقعا این دلیل عمده نیست، در خیلی از مسائل دلیل هست و دستگاه در خیلی از موارد غیر فعال شدن، اما دوباره اینا را آوردن در حالت اصلیشان و فعال بودنشان هزینه زیادی را نمیخواسته و همچنان شما تخصص خیلی ویژیر نمیخواستین. در گزارش آمده که حدود 38 میلیون دلار بابت ظرفیت سازی برای کسایی که اینا را مدیریت میکردن هزینه شده، در حالی که هزینه 8 دستگاه حدوداً 12 میلیون دلار شده، متباقی حدوداً 50 میلیون دلار برای حفظ و مراقبت و همچنان تربیه افراد که اینا را مدیریت بکنن انجام شده. بنابراین اگر شما دلایل مثل این که ما هزینه نداشتیم، افراد تکنیکی نداشتیم منتفی هست در خیلی از موارد، بس ارادی خود رهبری این وزارت ها هست و همچنان انگیزه برای ایجاد ممرها و راههایی که بتونن اینا را فساد بکنن، و این در مورد گمرکات بسیار صادق است. همونطور که اشاره کردم بررسی های دیدبان شفافیت افغانستان نشان میده که حداقل نیم از عواید گمرکات افغانستان که حدوداً 1 میلیارد دلار میشه همه ساله هدر میره. از چه زمانی به شما پژوهش انجام دادین که بعد از اینکه تجهیزات از کار افتاده از کار انداخته شده چقدر فساد در گمرکات و بنادر افغانستان صورت گرفته؟ همونطور که قبلا اشاره کردم فساد در گمرکات افغانستان به صورت مستمر وجود داشته در همین 15 سال، هم حکومت قبلی هم حکومت فعلی. یعنی بعد از اینکه این تجهیزات از کار انداخته شده چقدر افزایش پیدا کرده این فساد؟ در قسمت از او چون اینا در بنادر بسیار مشخص بوده حجم کلی را نشان نمیده، اما وقتی که مالیات و عوایدی که دولت افغانستان جمع آوری میکنه و شما میتونید اونها رو ببینید، ما در خیلی از موارد عواید دولت افغانستان در اثر اضافه کردن یک سلسله از مالیات مثل BRT یا مثل اضافه کردن مالیات بر نفت که حالا اخیراً بعدن پس ملغا شده،
عواید دولت افغانستان از این بابت بلند رفته، اما در قسمت گمرکات که میتونست با وجود از اینا عوایدش همچنان در کنار عواید دیگه بلند بره، این بلند نرفته. مجموعی بلند رفتن عواید حکومت در 3 سال گذشته حدوداً 40 میلیارد افغانی هست. 40 میلیارد افغانی هم هزینه خیلی بزرگ هست برای یک کشور مثل ما که کل هزینه های مالیاتی ما حدود 122 میلیارد هست و این افزایش یافته به حدوداً 160 میلیارد. اما در قسمت گمرکات این تغییر ما نتونستیم ببینیم. بر علاوه که بر هزینه ها و عواید دولت افغانستان بلند نرفته و همچنان مشکل برای تجار افغانستان زیاد کرده، چون در خیلی از موارد اینا اسکنای خیلی بزرگن که موترها و لاریهای خیلی بزرگ میتونن از داخل اسکنر عبور بکنن، هم وزن و حجمش معلوم بشه و هم موادی که در داخل کانتینرهای خیلی بزرگ هست، و با غیر فعال شدن اینها شما دیگه سیستم و تکنولوژی ندارین که ببینین داخل یک کانتینر 12 متره در داخلش چی هست. یک راهش چی هست که شما کانتینر رو مجبور میکنین تجار را باز بکنن. بر ما بگوین که نظارت شما بر تطبیق این برنامه چگونه خواهد بود؟ ما یک چیزی که واقعا متاثر شدیم، چون گزارش ها حالا نشر شده، اما این گزارش ها قبلا به وزارت مالی افغانستان و همچنان وزارت داخله سپرده شده بود. در 6 ماه تا 1 سال گذشته اینا هیچ اقدامی نکردن، اما امیدوار هستیم که این گزارش جدی بگیرن و در قسمت حفظ و مراقبت از اینا توجه بکنن. ممنون از شما. در برنامه سلامت باشید. و این هم بهای مواد خوراکی در بازارهای پایتخت. 50 کیلوگرم آرد 1260 افغانی، 1 لیتر روغن 85 افغانی. 1 کیلوگرم شکر 45 افغانی، 1 کیلوگرم برنج سیلی اول 95 افغانی. و 1 کیلوگرم چای 290 افغانی. تا چند لحظه دیگر. انتقاد از مشکلات تشکیلاتی در وزارت معادن. سرپرست وزارت معادن در نشست مجلس که برنامه‌اش را معرفی می‌کرد، با نگرانی از کمبود ظرفیت‌های فنی در این وزارت می‌گوید که در حال حاضر از 28 ریاست موجود در این وزارت تنها 8 رئیس وجود دارد و متباقی بحث‌ها از سوی سرپرستان پیش برده می‌شود. سرپرست وزارت معادن از مشکلات تشکیلاتی در این وزارت انتقاد میکنه. سرپرست وزارت معادن در نشست مجلس که برنامه هایش را معرفی میکرد، با نگرانی از کمبود ظرفیت های فنی در این وزارت میگوید که در حال حاضر از 28 ریاست موجود در این وزارت تنها 8 رئیس وجود دارد و متبقی بحث ها از سوی سرپرستان پیش برده میشود. و میگوید که بیشترین نیروی کار فنی وزارت در مرکز کار میکند و در حال حاضر تنها حدود 500 کارمند این وزارت در ولایت ها مصروف کارند. 28 ریاست که ما در مرکز وزارت داریم، فقط 8 ریاست زیر رئیس داره، باقی مانده 20 ریاست ازی توسط مامورین پایین رتبه به حیث سرپرست به ورسی میشه. خب شما خودتان فکر کنین در وزارت که وقتی که وزیر وجود نمی داشته باشه، مونی تکنیکیش به رخصتی مریضی می باشه، از 28 رئیس که در مرکز می باشه فقط ما 8 رئیس داریم و باقی مانده از نو ورسی کننده است، چطور می توان توقع کرد که کار بکنه؟ نظر به این وقتی که ما در وزارت کارو شروع کردم، متاسفانه تراکم کاری به حد بی‌اندازه زیاد بود. از 2 سال به این طرف کارها به وزارت آمده بود و متاسفانه تا مراحل نشده بود. وقتی که ما آمدم، مشکلات سکتور خصوصی که امر وزارت معادن کار میکردن، مشکلات جامعه مدنی، مشکلات جامعه بین‌المللی، مشکلات رسانه ها و کلای محترم، همگیشان سرسام‌آور بود. در عین زمانی که توقع از معادن بسیار زیاد بلند است و همگی ما فکر میکنیم که اگر ما در قسمت انکشاف گپ میزنیم، اگر در قسمت خودکفایی مالی گپ میزنیم، اگر در قسمت وابسته شدن افغانستان به مملکت دیگر بس صحبت میکنیم، همگی میگن راه حل معادن افغانستان است. اما در عین زمان همگی بایاس و نامدی میگه وزارت معادن پترولیم ظرفیت همچو کار متاسفانه ندارم.
مشکل دومی که ما متوجه شدیم مشکل تشکیلات و ظرفیت پایین بود. ما فقط یک مثال بر شما در قسمت مشکلات تشکیلاتی گزارت داره میخوایم وکلای محترم شریک بسازم. از 2704 تشکیل کارمندی که ما در تشکیل وزارت داریم متاسفانه 2130 از اینا در مرکز وزارت کار میکنه و فقط 574 از اینا در 34 ولایت تقسیم شدن کار میکنن. به مو خاطر تراکم کاری در وزارت به حد بی اندازه زیاد است و وقتی که کار به ولایت میرسه متاسفانه تشکیل اونا ندارن که بتونن جوابگوی ضرورت مادن باشن. تای 40 سال گذشته در عین زمانی که یک انقلاب این تکنولوژی در دنیا آمد و دنیا امروز از تکنولوژی معاصر به خاطر استخراج معدن خود استفاده میکنن، متاسفانه ما شما درگیر مشکلات داخلی و جنگ‌های داخلی بودیم. به خاطر از او امروز تکنولوژی معاصری که در دنیا وجود داره به خاطر تفحص، به خاطر اکتشاف، به خاطر استخراج، به خاطر بهره برداری، به خاطر از اینکه بسری وقت ما بتونیم که استخراج کنیم و زیای معدن ما پایین باشه، متاسفانه امروز ظرفیتی که ما از استفاده ما در وزارت معدن نداریم. مشکل سوم وکلای محترم مشکل عدم دیدگاه استراتژیک و برنامه های تولیدات در وزارت معدن است. خب قسمی که ما شما همگی ما میفهمیم وکلای محترم معدن قسمی نیست که ما شما دیگه سکتورها رو توقع کنیم که اگر ما یک بار توجه نکردیم، اگر یک بار برنامه ریزی درست نکردیم، اگر یک بار غلطی کردیم، باز میتونیم که رو به دور بعدی اصلاح کنیم. مثل که ما شما در زراعت اگر امسال حاصل خوب نداشتیم، میگیم سال آینده که ما زحمت میکشیم که حاصل ما بهتر باشه. معدن ما ولو که خوب باشه یا خراب باشه، یک بار که استخراج شد، بهره برداری شد، دیگه از دست ما میره و در دست ما نمیآید. به او خاطر ما ضرورت داریم که برنامه ریزی منظم بکنیم و از معدن خود به حیث یک وسیله که تنها بر ما عاید بیاره ما باید استفاده نکنیم. در عین زمان ما معدن خود به حیث یک وسیله که ما چطور بتانیم امرای کشورهای همسایه داخل معامله شویم، چطور بتانیم وارد مارکت بین‌المللی شویم ببینیم و هم چو دیدگاه متاسفانه تا بال در وزارت معدن و پترولیم وجود نداشت. قراردادایی را که ما بررسی کردیم از سال 1388 تا به حال متوجه شدیم که اضافه تر از 90% قراردادایی که امضا شده نظر به پیشنهاد شرکت‌های محترم بوده، نظر به برنامه کاری و اولویت وزارت متاسفانه نبوده. شام دیروز افراد وابسته به گلاب محمد، یکی از افراد مسلح در این مسیر، در مسیر این را یک انجینیر این شرکت را به دلیل ندادن پول از موتر پایین و لتوکوب کردند که برای چندین ساعت در کوما بوده است. مسئولان شرکت پیمانکار جاده فیض‌آباد بهارک به دلیل لتوکوب یک کارمندشان از سوی افراد مسلح غیر مسئول کار ساخت این جاده را متوقف ساختند. به گفته مسئولان این شرکت، فرمانده پلیس بدخشان میگوید که هیئتی را برای روشن ساختن این رویداد تعیین کرده است و پس از دریافت واقعیت اقدام خواهد شد. نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش میدهد. عزت الله یکی از انجینران شرکت جاده سازی بهارک فیض‌آباد ادعا دارد که شام روز گذشته در روستای سمدره سوی افراد گلاب محمد یکی از افراد مسلح غیر مسئول از موتر پایین گردید و پس از درخواست پول او را به نزدیک دریای کوکچه برده و با اسلحه مورد لتوکوب قرار گرفت. او میگوید که افراد گلاب این شخص را به حد مورد لتوکوب قرار دادند که ساعتها بیهوش بوده است. ما یک شخص شناختیم بادگارده گلاب کماندان از دم سمدره. شما را به کجا بردن؟ ما اونجا غلط دیدیم اینا رفته. شما را قطع چی لد کردن؟ قطع قمداغ شانه ما پایه ما کل میل قطع میل در پای میزد. از سوی هم مسئولان این شرکت میگویند که اکنون کار این جاده نزدیک به 95% به پیش رفته است. قرار است تا یک ماه دیگر کار این پروژه به پایان برسد. اما تا هنگامی که امنیت آنان از سوی نیروهای دولتی گرفته نشود، کارشان را از سر نخواهند گرفت. پروژه ملی پروژه ده او پدې کې زیاتر کسان د بدخشان ولایت چې موږ سرکار کې مقصد په دغه حالاتو کې چې تاسو ګوري د زمون کسې والي دی او د وسیلت کوب سره مخامخ کیږي. دا یو ځل نه ده، بارها د تکرار شو پروژه کې او که دغه سي مشکلاتونو سره موږ مخامخ موږ نشو کولای دا پروژه په خپل وخت سرته ورسو. با این حال هرچند گلاب محمد نخواست در این باره در برابر کمره گفتگو نماید، اما در یک تماس تلفنی هر گونه لتوکوب را از سوی افرادش رد میکند. اما فرمانده پلیس بدخشان میگوید که هیئتی را برای بررسی چگونگی این رویداد گماشتند. ما هیئتی را توصیف کردیم، در این مورد هیئت بررسی های خود ادامه میده و در صورتی که به این کارها ادامه داده شود ما با افراد و اشخاص غیر مسئول
با چنین اعمال ناشایسته دست میزنند تا حد خالصالای از او اقدام میکنیم و نتیجه آیاتی که توضیح کردیم معلوم شود ما اقدام خود میکنیم. کاری ساخت و ساز جاده بهارک فیض آباد یکی از بزرگترین پروژه ها در ولایت بدخشان است که با بهره برداری این پروژه که بخشی از شاهرای ابریشم شناخته می شود 12 ولسوالی بدخشان با مرکز این ولایت پیوند خواهند یافت. درازای این جاده 44 کیلومتر گفته شده است و کار ساخت و ساز آن با هزینه نزدیک به 66 میلیون دلار آمریکایی از کمک های بلاعوض بانک انکشاف آسیایی آغاز شده است. شماری از اعضای مجلس نمایندگان بودجه ملی امسال را متوازن نمی دانند. آنان می گویند که مساعده بودجه سال آینده معیاری نیست و این مساعده بر بنیاد توازن توسعه‌ای در کشور ساخته نشده است. این نمایندگان می گویند که باز هم در مساعده بودجه سال آینده پروژه های خیالی گنجانده شدند و با موجودیت این نواقص این سند را تصویب نخواهند کرد. مساعده بودجه سال مالی 1397 هجری خورشیدی در مجلس نمایندگان به بحث گرفته شد. شمار از نمایندگان مردم در مجلس میگویند که این مساعده معیاری نیست و باز هم مانند سال پیش در بودجه ملی سال آینده پروژه های خیالی گنجانیده شدند. شمار از اعضای این مجلس از تکرار اشتباهات و مشکلات سالهای گذشته در این مساعده سخن میگویند. مثل از اینکه امی کاغذ ها را سیاه کرده باشه و وزارت مالیه روان کرده، نه بودجه معیاری است و نه بودجه انکشاف متوازن در نظر گرفته. بس دیگه است که از وزیر صاحب مالیه سوال شود که هنوز ارقام به اساس کدام ارقام کدام سرشماری پنج ولایت اونجا آورده که نفوسش کم است. بدی که دیری دست خیالی پروژه ضعیف و ضعیف شوی دی سیاغه پا بعضی ولایتونو که دی نامنی لواجی ننسی تدبیکی دلائی. زما پیشنهاد داده چې دغه پروژه چې په ولایتونو کې نسی تطبیق کېدلی د دې لپاره یو پلان جوړ کړو، هماغه پروژو هغه پیسې چې ورته په نظر کې نیول سوي دي هغه راواخلو، مونږ یې د خپلې ملي امنیتي ځواکونو دپاره مصرف کې واچوو. از سوی هم شمار دیگر از اعضای مجلس نمایندگان تاکید می‌ورزند که باید در بودجه ملی پروژه های گنجانیده شوند تا فرصت های کاری بیشتر را برای مردم ایجاد کنند. پروژه چې واقعا ولایتو ته به در بخور وي هلته خلکو ته د کاریابي او اقتصادي مسایلو کې ولایتونو برخمن کېدل هغو ته هغه بودجې نه دي منل سوي، نو په دې خاطر موږ دغه بودجه که پارلمان ته راغلې ده او رایګیري ته راسي مینایس د هلمند د وکیل په هغه به زه دوی ته رایه نه ورکوم. اما وزارت مالیه بودجه ملی سال آینده را متوازن میداند و میگوید که این بودجه بر بنیاد نیازمندی های مردم در کشور ساخته شده است. بودجه نظر به امکانات، نظر به ضروریات در ولایت سنجیده شده. بودجه را با تا حد امکان نظر به ضروریات مردم در ولایت ترتیب ساختیم. بودجه توازن دارد. ورسی جرگه فعلا بودجه را مطالعه میکنند. در روزهای آینده با اونا بحث های داشته میباشه. فعلا کدام بحث با اونا در مورد از این که توازن داره بودجه یا نداشتیم. این در حال است که پیش از این نیز شمار از سناتوران از مشکلات در مساعده بودجه سال آینده نگرانیشان را ابراز کردند. در حالی که کمتر از یک ماه با پایان سال مالی باقی مانده است، گفتگوها درباره مساعده بودجه ملی از نگرانی های است که گفته می شود احتمال دارد تصویب این سند باز هم به درازا بکشد. شام دیروز افراد وابسته به گلاب محمد، یکی از افراد مسلح در این مسیر، در مسیر این را یک انجینیر این شرکت را به دلیل ندادن پول از موتر پایین و لتوکوب کردند که برای چندین ساعت در کما بوده است. مسئولان شرکت پیمانکار جاده فیض آباد بهارک به دلیل لتوکوب یک کارمندشان از سوی افراد مسلح غیر مسئول کار ساخت این جاده را متوقف ساختند. به گفته مسئولان این شرکت، فرمانده پلیس بدخشان میگوید که هیئتی را برای روشن ساختن این رویداد تعیین کرده است و پس از دریافت واقعیت اقدام خواهد شد. نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش میدهد. پالایشگاه های نفت در ایالات متحده که نمیتوانند آخرین بازمانده نفت را بفروشند، مقدار هنگفتی از آن را به هند صادر میکنند. این بازمانده ها که به نام زغال نفت شناخته میشوند توان گرمایش بیشتری دارند، اما آلودگی بیشتری نیز تولید میکنند. دادگاه عالی هند کارگیری از این ماده را در برخی از ایالات ها ممنوع ساخته است، اما شرکت های آمریکایی که سالانه میلیون ها تن زغال نفت را به هند صادر میکنند و میگویند این ماده بسیار ارزش است.
و این هم بهای نفت و گاز مایع در بازارهای پایتخت. یک کیلوگرم گاز مایع 58 افغانی، یک لیتر پترول 46 افغانی و یک لیتر دیزل 45 افغانی. تا لحظات دیگر. ثبت شدن فعالیت‌های صرافان دستفروش بر بنیاد تعدیلات به میان آمده در مقرره تنظیم فعالیت‌های صرافان و ارائه کنندگان خدمات پولی، تمامی صرافان دستفروش ثبت خواهند شد. برنامه بازار است. سرخط خبرها یک بار دیگر. هدر رفتن 62 میلیون پولهای کمک شده امریکا. بالای از کار میکنیم که از طریق منبع واحد امی پروژه را به یکی از کمپانی معتبر بین‌المللی بدیم تا یک کمپانی بیایه و امی اسکنرها را برای ما البته ترمیم کنه. استقبال از سرمایه گذاری زنان در افغانستان. ما در اینجا آمدیم که غذای افغانستان رو به دنیا بکشیم و زمینه کاری رو به افغان زنان در اینجا جور کنیم. ثبت شدن فعالیت های صرافان دست فروش. کاروای روز 200 و 300 و 500 یا 600 کجا رو میگیره؟ یعنی ما اگه باشه باشه ما رو مثل از آن برای شاید همه تو دکان بگیریم، جواز بگیریم. و و صدور بازمانده نفت امریکا به هند. ادامه خبرها. بر بنیاد تعدیلات به میان آمده در مقرره تنظیم فعالیت‌های صرافان و ارائه کنندگان خدمات پولی، تمامی صرافان دستفروش ثبت خواهند شد. بانک مرکزی میگوید که این کار برای گردآوری معلومات و نظارت از فعالیت‌های این صرافان انجام می‌شود، زیرا ثبت نبودن آنان ممکن است مشکلات و خطراتی را در پی داشته باشد. از سوی اتحادیه صرافان سرای شاهزاده میگوید که پیش از ثبت صرافان دستفروش باید جای مشخصی برای فعالیت‌های آنان مشخص شود. بر بنیاد ماده دوم قانون در افغانستان، بانک یا بانک مرکزی کشور، تمام صرافان و عرضه کنندگان خدمات پولی باید نزد بانک مرکزی ثبت باشند و از فعالیت های آنان نظارت شود. اما علی حسن 17 سال است که این گونه در کنار جاده ها صرافی می کند بدون اینکه جواز داشته باشد و کسی از کارش نظارت کند. یک نفر اگر فرض کنه 100 دلار داشته باشد، این تا سرای شاهزاده بره پس بیاید، اول خروج از گم میشه، دوم اینجا میدان میکنه، فرض کن در پا پوینتر مایده میکنه، ولی بهتر از این دهی را بره، احتمال داره که دمزا بره شاید پیسه را کسا بر بزنه. یا مشکل یا روزش گم میشه بسته. بانکوی ده شخصی هم که پیسه را مایده نمیکنه. کاروایی روز 200 و 300 و 500 یا 600 کجا را میگیره؟ یعنی ما اگه باشه باشه ما رو مثل از آن بره شاید همه تو دکان بگیریم، جواز بگیریم، سالانه به دولت دلار مالی خدا بتیم. بانک مرکزی اخیراً در پی نگرانی‌ها از افزایش پولشویی و به هدف تنظیم بهتر فعالیت‌های صرافان، تعدیلات را در مقرره تنظیم فعالیت‌های صرافان و ارائه کنندگان خدمات پولی به میان آورده است که ثبت صرافان دستفروش یکی از این تعدیلات است. یک کارت میتیم، کارت ثبت شدن میتیم برشان که با او کارت میتونن اینا باز ارزی خدمات کنن و مردم میتونن با اونا دست داشته باشه. در صورتی که ثبت نباشه ریسک های خود داره. اما با گفته این صرافان دستفروش، کسانی که پولشویی میکنند و قاچاقبران از بازارهای بزرگ صرافی که معاملات بزرگ را انجام میدهند سوء استفاده میکنند، نه از دستفروشان. بگا بره سوبیکی بیا خمیگی والا 10 لاک 20 لاک داره، در جیب ما 5000 از خودمون است. بگا میکنیم یک در صرافوس میبره 30000 روپیه میکنیم پاس در سرای میمونه. از نمایندگی بزرگ استفاده میکنن، از روی سراخ استفاده کردن نمیتونن. او خب مثل قاچاق وریست. سایس نه یک مثال پیسر زنگ میزنم برای از فلانی بگی ما کل زور سرمایه ما 1 لاک 2 لاک افغانی بالا نیست.
از سوی دیگر اتحادیه صرافان سرای شهزاده میگوید که از فعالیت‌های صرافان اتحادیه ها هم خود اتحادیه ها و هم بانک مرکزی نظارت میکنند، اما بانک مرکزی و اتحادیه های صرافان از فعالیت‌های صرافان دست فروش نظارت ندارند. ارگو ما در این موارد کدام اواله مشکوک ببینیم، ما این وظیفه هر صراف است که این باید با مقامات افغانستان بانک راپور بده و ما تا فعلا با این طور موارد بر نخوردیم که خدا نخواسته کدام کسی بخواهد زمینه پولشویی را مساعد بسازه و ما همراه زو همکاری کرده باشیم. بر بنیاد آمارهای بانک مرکزی تاکنون برای بیش از 3000 صراف که دفتر مشخصی دارند جواز فعالیت داده شده است، اما اتحادیه های صرافان و بانک مرکزی هیچ معلومات و آماری از صرافان دست فروش ندارند. بانک مرکزی انتظار دارد با ثبت آنان نظارتش را بر فعالیت های آنان بیشتر سازد. این در حالی است که به گفته صرافان دست فروش، کسانی که دست به معاملات غیر قانونی میزنند صرافان هستند که ثبت هم شدند و از کارشان درست نظارت نمی شود. محمد هاشم روضه‌ای سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شاهزاده برای بحث بیشتر در این مورد با ما هستند. آقای روضه‌ای خوش آمدید. مطابق قانون بانکداری تمام صرافان مکلف هستند که فعالیت‌های خود را ثبت بسازند. چرا صرافان نمی‌خواهند که ثبت شوند در بانک مرکزی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و سلام به تمام بیننده‌های محترم. خدمت شما باید عرض کنم که ما یکی آن صرافان است که در چوکات مارکت‌های بزرگ مثلا در سرای شاهزاده فعالیت میکنن که اینا دارای جواز هستند، دارای آدرس مشخص هستند و سالانه سال یک بار از طرف تیمای منتخب نظارتی دیوانسان بانک و سایر ارگانهای دولتی نظارت و بررسی میشن. همچنان وقتاً فوقتاً از کارهای زیا آمریت نظارت امور مالی دیوانسان بانک نظارت به عمل میارن. بنان ما هر وقت زیر فوکس و کنترل بانک مرکزی هستیم. تنها و مسئله ای که باعث نگرانی صراف هاست موضوع دستفروش هاست که دستفروش ها ما دو قسم دستفروش ها داریم. یکی اوی آیده دستفروش های داریم که داخل مارکت ها داخل دستفروشی میکنن که دو برای زو ما هم برای کسای اجازه میتیم که تا دو نفر رو تضمین نکنه ما اجازه دستفروشی را در داخل مارکت ها نمیتیم. ما بالای آن در دستفروش های نظارت داریم که در داخل مارکت ها، یعنی بیرون از مارکت، بیرون مارکت ها ما به این صورت نظارت نداریم و حتی ما ارقامش نمیدانیم، چون ما نی آدرس مشخص داره و نی کدام ثبت و راجستر بال نزد ما نیست و نزد دیوانستان بانک هم نیست. بنان ما چندین بار با مقامات محترم دیوانستان بانک پیشنهاد کردیم که به خاطر ازی که صراف ها تنظیم شوه و دستفروش ها هم تنظیم شوه برای ازی ها یک لایه ای را بسازه که طبق ازو لایه یا فعالیت های خود را اجرا کنن، از یک طرف متکفل یاشه و یابطه فامیل خود شوه، از طرف دیگه زیر چتر قانون بیه و اتهاماتی که بالای سنف صراف هاست از بین بره. نتیجه چی بود؟ نتیجه متاسفانه تا فعلا ما کدام نتیجه ای را نگرفتیم. آخرین روزی که مقامات افغانستان بانک برای ما وعده دادن روز چهارشنبه که میایه، در نظر است که ما در این مورد امرایشان صحبت داشته باشیم. خب اگر به این نشست های شما نتیجه نته پهمت چی خواهد بود؟ شما چه کارهای دیگری خواهد کردین؟ ما همون قسمی که در شروع گفتیم ما زیر نظارت افغانستان بانک هستیم. بنان اتحادیه های صرافا در قسمت تنظیم دستفروش ها فقط در داخل مارکت ها ما میتونیم دستفروش ها را تنظیم بسازیم، از اونها تضمین بگیریم، از اونها ضمانت بگیریم و بر از کارتایی که منصوب به یکی از دکانهای سرای شاهزاده است به او وره منصوب بسازیم، ولی در سایر نقاط شهر کابل که تعداد دستفروش ها به صدها میرسه ما نمیتونیم نظارت داشته باشیم. مکلفیت بانک مرکزی در جلوگیری افرادی که نامشان ثبت نیست، صرافان دستفروشی که نامشان ثبت نیست و خدمات پولی را عرضه میکنه چی است؟ افغانستان بانک همون قسمی که مقررات و طرز العمل های بالای صنف صراف ها در داخل مارکت ها داره میتونه که یک لایه بسیار منظم با تفاهم با اتحادیه های صراف های شهر کابل و سایر ولایات تنظیم کنن و بتونن این صراف هایی که با دستفروشی مبادرت میورزن رو تحت کنترل بیارن. خوبی از این کاری است که یکی زیر چتر قانون میاین و دیگه کار ما تقریبا قانونی میشه. هرگاه این دستفروش ها در هر نقاط شهر کابل به دست با ما معامله و دست به تبادله اسعار میزنن، بنان یک کار غیر قانونی است و زیر چتر قانون نیستن و از یا نظارت هم به عمل نمیاین.
در گزارش قسمی که دیدیم گفته شده بود که قبل از اینکه حکومت بخواد بالای اینا ثبت شدن فعالیت ها اینا رو ثبت بسازه، باید اینا برای اینا جای مشخص ایجاد کنه. در این باره نظرتون چی است؟ البته همون قسمی که سایر دستفروشای شهر کابل که مربوط به شهرولی محترم کابل میشه، برای زوام تا سالهای متمدی وعده جای داده شده ولی متاسفانه جای داده نشده. ما در شهر کابل با تراکم نفوسی که داریم، با تراکم وسایتی که داریم، فکر نکنم که افغانستان بانک قادر شوه برای هر صرف در نقطه شهر کابل جای داده بتانه. پس فکر نمیکنین که این کار اونا رو با چالش جدی مواجه خواهد؟ البته یک چالش بسیار بزرگ است. بهترین راهش اینه که فقط برای زو یک لایحه بسیار منظم بسازه و جای ثابت دادن برای یک دستفروش فکر کنم از امکانات دور است. حالا این دستفروش های صرافان دستفروش چقدر برای شما مشکلات ایجاد کرده؟ چقدر برای صرافان سرای شاهزاده چالش برانگیز بوده؟ البته صرافای دستفروش تنها ما به یک چیز احترام داریم که اونا متفکل یاشه یا باتای فامیلشان هستند. در غیر زو بالای مندرس شدن پول افغانی که در این گرد و خاک و در این موسوم بارانی و آفتابی نور دادستشان است، از نگاه آداب اجتماعی هم و بالای پول افغانی هم تاثیر بد از نگاه نگهداشت داره و همچنان از نگاه اقتصادی هم وقتی یک نفر 100 دلار در مارکت سرای شاهزاده تبادله میکنه با یک نرخ بسیار ثابت، با یک نرخی که استاندارد است و از طریق رسانه ها نشر میشه، ولی یک دستفروش رو میتونه که به نرخ دل خود تبادله کنه که به حساب هم بالای هم هموطنان ما متضرر میشه و هم بالای صنف ما اتهامی که وارد است او تقریبا وارد میشه. آقای روزه، این برمیگردیم به سوال قبلی که بگفتین که با چالش نبود جای شما روبرو هستین، چرا قبل از تعدیل این مقرره شما به این فکر نکردین که اول باید جای مشخص شود بعد این قانون تعدیل؟ ما در وقت فوقت مشکلات هایی که در خصوص مقرره بوده به مقامات دی افغانستان بانک مشکلات های خود در میان گذاشتیم، ولی متاسفانه تا فعلا این مشکلات های ما جامعه عمل نپوشیده و مقامات دی افغانستان بانک برای ما جواب مثبت ندادن. ما امیدوار هستیم که در نشست های بعدی که امرایشان داریم این مشکلات های ما را در نظر بگیره و بالخصوص مشکلات هایی که دستفروش ها در خصوص محلات ثابت و ثابت دارن، آدرس های مشخص دارن، مشکلات زیاد در نظر گرفته شوه و این مشکلات رفع شوه. برای ثبت شدن این صرافان چه معلومات نیاز است از سوی صرافان به بانک مرکزی داده شوه تا که این روند بتونه در این پروسه بتونه عملی شود؟ البته همون قسمی که وقتی یک صراف در یک از مارکت ها جواز میخواد به دست بره، باید آدرس مشخص و دفتر مشخص داشته باشه. همچنان وقتی که دفتر مشخص داشت، دو نفر از صرافای برحال او را تضمین کنه، بعد از او برایش دیوانسان بانک مجوز قانونی برایشان عطا می نماید. بنان ما برای دستفروش هم لازم است که اول دو نفر تضمین یا سه نفر تضمین از برای کنه، بعدا جای برایشان جای مشخص برایشان. تشکر از حضورتان آقای روزی در برنامه. و این هم نرخ از شماری از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی و 80 پول، یک یورو 81 افغانی و 70 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 65 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 90 پول و 1000 روپیه پاکستانی 636 افغانی. تا چند لحظه دیگر. استقبال از سرمایه گذاری زنان در افغانستان. یک بانوی بازرگان افغان که یک کارخانه تولید مربا در بریتانیا دارد، علاقمند است برای تولید مواد خوراکی در افغانستان سرمایه گذاری کند.
یک بانی بازرگان افغان که یک کارخانه تولید مربا در بریتانیا دارد علاقمند است که برای تولید مواد خوراکی در افغانستان سرمایه گذاری کند. این بانی افغان میگوید که تولیدات کنونی کارخانه‌اش در بریتانیا زیر نام تولیدات طبیعی افغانستان و بازارهای این کشور عرضه می شوند و در حال حاضر کاروبارش بسیار رونق گرفته است. وی میگوید که با سرمایه گذاری در افغانستان زمینه‌های کار برای ده ها زن را فراهم خواهد ساخت. تهمینا بانوی بازرگان که در حال حاضر یک کارخانه تولید مربا در بریتانیا دارد میگوید که اکنون هم تولیدات این کارخانه با ویژگی های تولیدات افغانستان به بازارهای این کشور عرضه می شود. وی میگوید که در حال حاضر مربا و شماری از تولیدات دیگر را با شیوه های تهیه این مواد در افغانستان تهیه می کنند و این تولیدات با نام تولیدات افغانستان در بازارهای این کشور با بهای مناسب به فروش می رسند. این بانو میگوید که برای حمایت از کار و بار زنان افغان تلاش دارد که بخش از سرمایه گذاری هایش را در افغانستان نیز انجام دهد تا از یک سو زمینه های کار برای زنان فراهم شود و از سوی دیگر با تولیدات مواد با کیفیت طبیعی مشتریان بیشتری را در بریتانیا جذب کند. ما دیجا آمدیم که غذای افغانستان در دنیا بکشیم و زمینه کاری را با زنان دیجا جور کنیم، چون که زنان افغان در بخشی غذای گپا بسیار خوب هستند. این بانوی بازرگان میگوید که برای تشویق مشتریانش از خرید تولیدات افغانستان در عقب هر بوتل مربای تولید شده یک ضرب المثل افغانی را نوشته میکند تا مردم از فرهنگ افغانستان نیز باخبر شوند. مثلا هر چی میتونیم جور کنیم، مثل نمیفهم چاکلیت و هر رقم برند ما و ایم ما چی هسته که امی کلچر افغانی را این ریگارد تو فود چی تو دوجه بکشیم. از سوی مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان با استقبال از سرمایه گذاری های زنان بازرگان در داخل و خارج از کشور میگویند که آنان تلاش دارد با ظرفیت سازی میان بازرگانان زن در کشور زمینه های بهتری از سرمایه گذاری ها را در کشور فراهم سازد. آنان سرمایه گذاری های زنان بازرگان را در بخش سنگ های گرانبها و نیمه گرانبها، ساخته های دستی و تولید مواد خوراکی در کشور بسیار سودمند میدانند. آمدن دوستای افغان یا خارجی ما به افغانستان و سرمایه گذاری کردنشان طبعا به نفع ماست و در افغانستان در عرصه‌ای که ما اکثرا مواد خام و منابع بیشتر داریم سرمایه گذاریشان شاید بیشتر باشد، قسمت مثلا عرصه‌ای صنعتی، عرصه‌ای سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی و زیورات و صنایع دستی که مهارت‌های خاص خود داریم، مثلا مثال قالین. پیش از این نیز شمار از بازرگانان خارجی برای تولید مواد خوراکی در افغانستان به سرمایه گذاری ها در این بخش علاقمندی نشان دادند. مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند که در حال حاضر با در نظر داشت خاصیت طبیعی بودن مواد خوراکی افغانستان و کیفیت بلند میوه های کشور، بازارهای اروپا و امریکا نیازمند تولیدات افغانستان هستند. اما به باور آنان حکومت باید در معیاری سازی تولیدات داخلی بکوشد. پرورش اوریاخیل معاون هیئت مدیره اتاق تجارت زنان برای گفتگوی بیشتر در این مورد با ما هستند. خانم اوریاخیل خوش آمدین. خانم ها چطور میتونن شرکت های مشترک در افغانستان ایجاد کنند؟ آیا این زمینه وجود دارد در افغانستان؟ بله، خانم ها میتونن که شرکت های مشترک شروع کنند. چه زمینه ای وجود دارد؟ زمینه درسی اگر ما گپ از چی بزنیم، از مهارت بزنیم، خانم ها هستن که مهارت های خاص را دارن، مثل که قبلا گفته شد توسط رئیس اتاق که اینا مهارت های خاص فنی خود را دارن، درس قالین بافی است، ترشی مربا سازی است، صنایع دستی است و باز مهارت های دیگه که ما میگیم نان تنجیبل هستن یا قبل غیر لمس هستن، مثل که در خانم ها هستن که در بخش سیاحت کار میکنن، خانم ها هستن که در بخش خدمات میدیا کار میکنن، پس اینا میدانند این مهارت های خود و اما اولیتی که در جامعه افغانستان دارن در دولت افغانستان فعلا که زمینه برشان مسئله شدن میتونن که این کارو بکنن. اگر خانم ها از قسم که گزارش دیدیم علاقمند هستن که از خارج از کشور بیان در افغانستان سرمایه گذاری کنن، اگر این خانم ها قرار باشه بیان در افغانستان سرمایه گذاری کنند، چه امکانات در اختیار از قرار خواهد گرفت و با چه امکانات میتونن که بیاین اینجا سرمایه گذاری کنن؟ خب دمی چند وقتی که اتاق تأسیس شده و قبل از اینکه اتحادیه بود بعضی کارهایی را ما کردیم، بنیاد اتاق ساختیم
مثل که ما در ای سی بی آر یا ثبت مرکزی تجارت ها ما یک سپیشل ویندو یا یک ویندو خاص یا ویژه بر خانما ساختیم به حمایت از مقامات دولت و همچنان در وزارت مالیه ما یک قسم یک ویندوی خاص برای یا ویندوی ویژه بر خانم‌ها داریم که اینا میتونن بسیار با آسانی برن ثبت کنن تجارت خود و صنعت خود بگیرن بسیار با آسانی و مالی خود بسیار بدن با آسانی و براحتی بپردازن. زنان بیشتر در کدام بخش خوبتر میتونن کار کنن، خوبتر میتونن سرمایه گذاری کنن؟ شک نیست که خانم ها میتونن که در تمام عرصه خوب و بهتر کار کنن، چون ما فعلا که ما در دیتابیس خود داریم یا در بانک معلوماتی خود تعداد خانم هایی که عضویت دارن همراه ما و تعداد خانم هایی که ما از سابق از ایسا گرفته بودیم و ریسرچ خود بالا انجام دادیم، خانم ها در تمام عرصه تجارتی هستن، مثل خدمات میریاس یا خدمات زراعتی است، در تولیدات مثل تولیدات صنایع دستی است، قالین بافی است و بنا غیر از این ما میتونیم ببینیم که علاوه بر این تجارت های سنتی ما خانم ها را داریم که در بخش سیاحت کار میکنن، در بخش باغداری کار میکنن، پس بدون شک اینا مهارت های خاص فنی خود دارن، تحصیل هم دارن که میتونن که از او استفاده بکنن و نقش خود نشون. بیشتر خانم‌ها در بخش مواد خوراکی بهتر کار میکنن و علاقمند کار در بخش مواد خوراکی هستن. مواد خوراکی در افغانستان توسط زنان تولید میشه، چقدر میتونه به بازارهای جهانی راه پیدا کنه؟ خب این زمینه وجود داره. بله فعلا ما خانم‌ها را داریم که در بخش صادرات کار میکنن، تولیدات خود صادر میکنن بر کشورهای جنوب آسیا. بیشتر کدام؟ در میوه خشک ما داریم بر فعلا که اینا میوه خشک صادر میکنن و فعلا در تلاش زمین هستیم. بعضی خانم ها هستن که در تولید مربا، ترشی، حتی سوپ خشک هم کار میکنن و اینا در باز نمایشگاه ها میرن. مثلا در هند یک چند روز پیش برای دو هفته ما یک نمایشگاه داشتیم که یک خانم تانست موفقانه تمام محصولات خود که سوپ پودرکی بود و ترشی بود، مربا بود، توانست که برخود بازار پیدا کنه و تمام به فروش رسان. خانم رویاخیل، بیشتر تولیدات که در افغانستان مواد خوراکی که تولید میشه ارگانیک است و در کشورهای بیرونی به کمک مواد کیمیاوی و ادویه‌های کیمیاوی او را به رشد میرسانند. شما چی فکر میکنین که چقدر تقاضا به تولیدات مواد خوراکی افغانستان در کشورهای بیرون از افغانستان وجود خواهد داشت؟ تقاضا بلند است، چون اینا میفهمن که ارگانیک هستند. تا فعلا که ما خارجی ها را دیدیم در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان، اونا صفت از ارگانیک بودن محصولات ما میکنن، صفت از زمین میکنن که ما اقلیم داریم که ما میدانیم که در بخش زراعت تمام محصولات خود بیشتر به اسکیجول خاص بتانیم تبلید بکنیم و اونا بسیار تشویق میکنن، در حالی که باز محصولات هستن که در بازار بیرون مثل که شما گفتین توسط مواد کیمیاوی تولید میشه، رشد داده میشه، اونا محصولات ما را سر از اونا ترجیح میدن. حالا چه چالش هایی میتونه که مانع کار بهتر زنان در افغانستان باشه؟ خب بیشتر چالش ها اجتماعی هست. اگر ما ببینیم ریشه و ریشیش چالش های اجتماعی هست، در اجتماع خانم بسیار به مشکل بیرون میره. اول بعضی هستند که از فامیل اجازه نمی داشته باشند، وقتی که اجازه می افند بیرون می بینند که مشکلات است. فرض مثال در دولت وقتی که اینا می خواهند که یک جواز بگیرن، یک سند بگیرن، بسیار بیروکراسی وجود داره، کاغذ برانی وجود داره که فعلا هم ما و خود دولت افغانستان بالاش کار میکنن تا این رو بتانن ساده تر بسازن. خب این موارد برای همه هستن و نمیتونیم که مختص به زنان ما این رو اختصاص بدیم. خب بر زنان باز مشکل تر است که از مردم. مردم میدانن که در قطار در وقت کمی کوتاه تجارت زنان به فعالیت آغاز کرده، اینا
چه به امکانات رو میتونن در اختیار زنان قرار بده و چگونه میتونن زنان را حمایت کنن، زنانی که سرمایه گذاری میکنن و علاقمند سرمایه گذاری هستن؟ در چهار بخش ما برشان میتونیم معلومات بدیم، یا میتونیم ما خدمات خود در چهار بخش تقسیم بکنیم که یکی از او آگاهی است. ما آگاهی میدیم شانه که کدام قوانین و مقررات و حقوق اینا دارن که تجارت خود آغاز بکنن. در بخش ارتقای ظرفیت ما همراهشان همکاری میکنیم، کورس انگلیسی برشان دایر کردیم، میتونیم که ترینینگ ها در مورد باز موضوعات تجارت برشان بدیم. در بخش محصولاتشان ما کار میکنیم و همچنان ما میخواییم که حال تجارت های خانم ها را تصدیق بکنیم. شکر از حضورتان در برنامه. یک بانوی بازرگان افغان که یک کارخانه تولید مربا در بریتانیا دارد، علاقمند است که برای تولید مواد خوراکی در افغانستان سرمایه گذاری کند. این بانوی افغان میگوید که تولیدات کنونی کارخانه اش در بریتانیا زیر نام تولیدات طبیعی افغانستان به بازارهای این کشور عرضه می شوند و در حال حاضر کاروبارش بسیار رونق گرفته است. وی میگوید که با سرمایه گذاری در افغانستان زمینه های کار برای ده ها زن را فراهم خواهد ساخت. و در پایان برنامه مرور داریم به فشرده خبرها. گزارش اخیر بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان نشان می‌دهد که بیش از 62 میلیون دلار پول هزینه شده آمریکا برای تجهیز بندرها و گمرک‌های کشور به هدر رفته‌اند. در این گزارش آمده است که آمریکا بیش از 8 اسکنر معیاری را برای ارزیابی کالاها و جلوگیری از مواد مخدر در مرزهای رسمی به افغانستان خریداری کرده است، اما تا بیشتری این اسکنرها غیر فعال هستند. یک بانوی بازرگان افغان که یک کارخانه تولید مربا در بریتانیا دارد، علاقمند است که برای تولید مواد خوراکی در افغانستان سرمایه گذاری کند. بر بنیاد تعدیلات به میان آمده در مقرره تنظیم فعالیت‌های صرافان و ارائه کنندگان خدمات پولی، تمامی صرافان دستفروش ثبت خواهند شد. پالایشگاه نفت در ایالات متحده که نمیتوانند آخرین بازمانده نفت را بفروشند، مقدار هنگفتی از آن را به هند صادر میکنند. این بود برنامه امشب. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتان.